صفایی شهر. دلو یو بخون که خدای پنامه. السلام علیکم. صفایی شرخ برانه تا خرقلست لخ برانه موضوع ده شروالی سونزی دی دردی کش میری دی سفر سو آویا اتنوی و اتنوی و سفر سو نهنوی دوویش دوویش نهویش سلو سو شپک پنزست پیغم پرگده یو شپک یو پینزه که کگی پیغم تر مگر رسیگی او دی آرمان فیم فیسبوک صفاکی هم خبالی سونزی لیکلی شای منام خدا و بارز سلام سو بخیر خدمت هم آرزو میکنیم جور بخیر سر حال باشین. امروز کدمه منم دینه روز وار گپ میزنی. یک سلام خدمت تمامی کسایی که بار ما نفهم هستن. اشتی می اشتی سهور روز شهرداری سو با شما ایزان خود خواد بودیم. کجا هستن شهرس موندن باش؟ ساعت چطور است؟ جور است اینجور. ساعت چطور است؟ انگولا پتانگولا رفته بودی؟ چطور گفت؟ خیلی انگولا پتانگولا یادت هست سیما جان؟ انگولا پتانگولا بینی بینی چنگولا از طرف عربی سیما جان رخ شانه بدر دیگه سیاس باز میگفت سیاس همون تو بود باز رو قایم میگرسن رای دول آمدی رای سرنای باز میگفت من رای سرنای آمدیم باز سر 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 که دای دور میخوردن نه باز دستش دور میخورد باز فر تلا میخورد همون بود یه خب پیش دستی خورده از خاطر گلبازی خود سیما کرد. نه دقیق خانه مدرام دوازده پشت دست هستی یک چپا دستاش ترقیدگی ترقیدگی نه؟ آه او را بود چی بود که گل جور میکدن باز میزدن پراق دمی خب اطلاف نوتان مبارک بگو نگه هیت من خبر نه تو سر انتخابات چند دفعه کی چند سلول میخوره آره من دهی متعجب هستم که تا دین روز دکتر صاحب کرده دکتر صاحب دیگه یک جایی بود حالی سر از او بولتان میگن چی میگن ده حساب اردو بوتان بوتان عربیس اردو نیست چیز عربیس عربی تومت تومت عدسته که سر تذکره یا کشگیر میکنه نمی زبان یاد معرف که چیه حالا چی گفت تذکره گرفتن نگرفتن کی گرفت چند تا گرفت کجا گرفت او میگه بته ای میگه نته می چلا انشالله یا امضای جناب با گفته شبکه خنده خمیر سه بار نمی چلا ای خود تلوپلونیکیس یعنی الکترونیکیس الکترونیک برق برق داره خدا کنه از پاکستان برق قطع نکنه اطلاف های جدیده تا بو اونمو انگولا پتنگولا بود خواه دیگه هنوز نشده دیگه صبر کن نه شروع شده جناب وزیر صاحب دینه روز در شورا بیاب نشد نزدیک بیاب شده بود والا نزدیک گفت که بیاب شده بودی کلگی موترهای شیشسی ها گفت که گفت ما میفهمم میاره کی دهش چی را تیر میکنه قسم کنم جای دانشیار صاحب شیشته بود اولا گفت که ما موترهای شیشسی ها را از شهر گم میکنم یادت هست؟ یاد بیار سیما جان صدایش پیدا کسو پرد تو اینجا کسا با چار شنبه ایست آله چی خب؟ میگه؟ آله گفت که با عزت ببرین در خانه شما تو مست مست تلاش کنین چرا نام نمیگیرن یا؟ یک دو ایک... نام گرفته نمیتونن دو ای که چرا سنه قواره از واقع سعی میکنه واقع خود امیشپوری واره گجور میکنن نی؟ بازید که یک رقم چار قوق یعنی که من خوب میبینم تا گاگر گفتن هم میتونم مگم با خوش با حال چند تا وکیل خیست که او بدارم این کل گیره تو میگی اما نفرم مشخص بساز که اینی اینی نیست که در مابین موترش انتحاری میه در مابین موترش بدری میه در مابین موترش سلام میه مهمات میه نام بگی گفت چرا نام نمیگیری یه خوب عیسیت آبروی کل وکیلا بر میخوره چرا نمیگرن مسعود امیر شلبی چرا نام نمیگیرن دانشیار صاحب زور دگر رسید اونمو روز دگر باز کار مملکت هم جور شده وزیر که بگوی همه قانون تطبیق کده نمیتونم اون وزارت چی بدد میخوره وام وزیر تطبیق قانون وزیری که باید همی همی سایش دست در منطقه بفته منطقه بلرزه اون میگه من نمیتونم میلرزه آلام از صدای پای او عسکر بیچاره که در سر سرک ساده است که تمام روز سلا در سر شانهش است وقتی میبینه وزیر ما تو یک گپا میزنه دیگه ما چی کار هستم که بیا در موتر شیشه سیار استاد کنم ها مسعود پیشتر دمیرا میامدیم یک موتر وکیل صاحب بود داشته بود واو جیم
شیشه هایش چیه نگونم کلش پرده داشت. پرده داشت. آه روی گرفته بود. آه. مرا نبینین لطفاً. لطفاً مرا نبینین. زیاد پر نمیگیم. امروز دلگت بچه ها پر بود. والا ما همین. امی... بارت مشنویم اسو جان. امی... امی مویای جانت اوچت استارت میشه. گپای یک شمه دوشم بیرم خیلیم که تو افس کده بودی. آه. بازم بیایا باز برش بگویم. پشتش دق نشدی. والا. خیلی دق شدی. دق شدی. میگن بیشتر از 130 مرکز ثبت نام در سراسر افغانستان به علت تهدیدهای امنیتی توریستی بسته شد. بسته شده. دینه روز هم در پارک شاره نمونه خبر شدین که اگه انتحاری پیشتی که به هدف برسه امیر جواب بته باز یک دونه راکت هم نو بجی شو غرست کرد. خیره یک چیز دکه یک چیز وادی. بله سلام علیکم آرمان فهم صبح بخیر. سلام صبح بخیر مسی جان. و علیکم السلام. سفرای طولانی بخیر امید صحت خوب تو آقای دانشی هستیم و جناب. اوه در یک دو روزک نبودم. دو روزک. دو روز. اوه در سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه شنبه. انگولا پتانگولا رفته بودم. وقت را نمیگیرم چرا کل پشت خط از ماست جان. یک مشکل سر به خاطر این موتورسیکلا است. اگر موتورسیکلا بی پلیت است یا زرنگ است یا که مزاحمت میکنه گپ الان همین موتورسیکلایی که اسناد قانونی دارن، جوازه دارن، لیسانس دارن، اینا در سر زیر زمینی و در سایه میکرون یا بعض جای دیگه دور میتون میگه هزار رایی که بوری حجی را برای شما اجازه نید. پیش وزارت دفاع بخرم بایسیکل هم نمیمانه نمیگه برو بیدست. اینه خواهی طور است که یک گفت دیگه خوب شد یاد کردیم ما را برعکس از امو از آمد از اون مردم روان میکنن. آقا میگه موتر بزنیتانه. این که ما میریم از پیشوری که ما را به اصطلاح چراغ میتن یا دو میزنن و خکسریت ما دیگه چیز گفته نمیتونیم. خب ما مردم عادیست میگم هر باری که میگی خانه تا آورد دارم کسی که راه را بسته کرده صد دفعه در بطخاب چی گفا بوده هرچی که تو ما را دو میزنی که ما بیدست آمدیم که ما خو نامدیم ما را به زور بیدست روان کردن. این دو موضوع است که چرا موتورسیکلایی که لیسانس جوازه دارن یا را چرا آزار میتن تنها است یا کدشان فامیلی است یا طفل است بهتر است از تعدیدا میترسن نه موتورسیکل غرض که صدا کرد باز موتورسیکل بسته میکنن صاحب اگه موتر صدا کرد باز موتر سرک صدا کرد سرک بسته میکنن جاده صدا کرد جاده را بسته میکنن. خب مقصد آل خسای به میامله آخری شده بود دون دروازه تو بسته کنن که برای که خلف از بیشتر بسته کنن نبرایی امیر دفعه که یک انفجار شده توسط هم وسیله بلی. کراچی بایسیکل موتورسیکل یک پشته دو پشته باز بالا دیگه انفجار شده بوده بسته کردن. جناب وزیر صاحب گفت لق لق میبینم تا ما گفتن نمیتونم که توستی گفت شما ایت کلان کلان است لق لق دیدن نمیتونی. تو آرمان است تلفن های ما از 0777 981 981 0799 22 22 29 زنگ بزنین با 456-1615 اونجا پیام بانین ما با مقامات مسئول به تماس میشیم مشکلات شما رو کوشش میکنیم حل شد. بله سلام علیکم آرمان فهم صبح بخیر. بله سلام علیکم. علیکم سلام صبح شما بخیر بفرمایین. میشنم آه بله سه بفرمایین. برادر مرواستم از ولایت رزمی از ولایت زابل. از زابل؟ میشنم مهربانی سه برادر در ولایت زابل تمام میشه که تلویزیون طلوع خراب شیم ده فقط یک لیمتر در آنتن عادی میگیره. در آنتن عادی میگیره؟ بله یک لیمتر میگیره طلوع تمام میشه که خراب است. نه افهم یک پرسان کنه بمیره در ساتلایت میبینیم یا در عادی؟ نه نه در آنتن عادی در آنتن عادی میبینیم پرسان میکنی میره سروری چه و بله سلام علیکم آرمان فهم صبح بخیر. سلام علیکم تشکر زنده باشید دانشیار صاحب بسیار عفو میخواهیم با عرض معذرت این جانب افسر احتیاط وزارت امور داخله هستم. یک مشکل در همین شفاخانه های دولتی داریم خصوصا شفاخانه اتاتورک یک مریض داشتیم که خود ما مریض داشتم همونجا تقریبا یک ماه پیشتر اونجا ما بسترش کردیم به خاطر اتاتورک کدام میگه نمیشه شفاخانه در علی‌آباد قدیمی که است
بله بله شبخانه علی آباد قبلی به نام اتاتورک یاد میشن. خب مهربانی. دیگه دموجا تقریبا یک ماه پیش همی مریض خودم من بستر کردم که طفل 6 ساله است و در حالی بیازی یک سنگ بوده به 11 میلی او را دفعه اول عملیات کردیم گرفتیم تقریبا یک هفته اوجا بستر بود یک هفته بعد که را بر ما خارج کردن آوردیمش خانه در ظرف یک روز باز همو تکلیف میگن این تفلک چیخ میزنه که پدر ایجیم درد میکنه درد میکنه باز باری دومی را پس بردیم به مو شفخانی هست چون که به خاطر معاینات و حساب از این کلش بر از یا معلوم بوده به موجا باز دوچار مشکل شدیم بردیمش یکی دوم دیگه اقتصاد ما ضعیف بوده نداشتیم تو اقتصادی که در شفاخانه ملکی می بردیم یا به خارج از کشور می بردیم ما چون که به دولت خود می نازیم و 38 سال ما خدمت کردیم در دولت بودیم به او خاطر ما گفتم باز شفاخانه دولتی خوب است بار دوم باز اموجا بردمش باز که عملیات کرد 15 روز دیگه اوجا نگاهش کرد باز هم او را که 15 روز بعد به ما خارج کردن به نام دکتر شاهد یاد میشن بسیار یک بد اخلاق دکتر بوده که او باز برش ما مراجعه کردیم میری طفلک خود بردیم بار سوم میگه که ما ولا ای چیز نداریم ای سامان مصنوعی از ایره نداریم به نام حالب یاد میشه یک پایپ برازی برین شما شفاخانه چی بگیرین نمی پالوش یک شفاخانه فرانسوی هست اوجا ببرینش ما کار کرده نمیتانیم در مقابل از یا اوجا بردیمش در شفاخانه فرانسوی ها فعلا بستر از که دی نشه اوجا ما بردیمش 50,000 افغانی برای ما اوجا میگن که ما این عملیات میکنیم آخر مجبور شدیم از همسایه‌های خود پیسه قرض کردیم این تفلکتان تکلیف قلبی داره کردیم. تکلیف چی داره؟ بله تفلکتان تکلیف چی داره؟ این تفلک ما سنگ داشت از گردش خطا شده بود سنگ گرده بود از گردش خطا شده بود در حاله بهش مانده بود او دفعه اول که عملیات کرد باید اگر دکتر قانونی می بود و می فهمید خب دفعه اول از پایپش همی سنگ گرفت دیگم پایپک چی تنگ شده ادرار خاله ادرار نمی برایه ادرار از این نمی برایه به او خاطر درد میکنه این دفعه دوم عملیات کرد باز همه و ادرار اموجه جمع میشه دفعه سوم حال فرانسوی ها میگن که ما ایره برتان عملیات میکنیم دفعه سوم طفل 6 ساله را عملیات میکنیم که این جور شوه می پایپ مصنوعی را دهش مندازیم که این انشاءالله بعد از این جور خواهد شد دیگه اینی مشکل ماست که به مقام محترم رئیس به جمهور رئیس به اجرایه همی تمام شورای دولتی همی تمام ارگانای دولتی بلیاز خدا بلیاز قرآن یک دست یک اتفاق و اتحاد کنین همی حکومت خود جور کنین این وزارت خانه تانه جور کنین بلیاز خدا مخلوق تباه کردین اگر نمیشه خداوند رحم کنه به این ملک و به این ملت و به این مردم خدا در از یا رحم کنه یک دفعه شما از همین نزدیک برین همین شفاخانه اتاتورک ببینین تنها مریض منی بازار ها مریض همی جمعی آیا از اطراف از ولایات می آیا بلیاز خدا که نه سر دارن نه سرپناه دارن 20-20 روز یک ما اموج خو میکنن این مریضایشان میمره شل میشه شوت میشه همین طفلک من به خدا قسم که گفتم یک آدمی بود که پالوان بود پالوان عکسایش هست که تیموال فعلا نیتو لاغر ساخته که را رفته نمیتونه خسته نمیتونه و دانشیار صاحب بلیاز خدای نمی پروگرام تا ببرم کلی مردم و نموج استاد کو پرسان کو و به رئیس به جمهور به رئیس به شورا به رئیس به اجرایه به رزینیا به کلشان بفهمون آیا شما اولاد دارین ندارین شما زندگی میکنین یا نمیکنین تا با کی همی رقم زبون بخیر باشین ملت افغانستان زنده باشین سبی مشکل تانا گرفتیم شما جان با مقامات وزارت ساعت گپ میزنن یک طفل 6 ساله را 3 دفعه عملیات کنین باز بگو که نداریم پایپ باز در شفاخانه دیگه بره پیسه قرض کنه خیلی جگر خون کنند با
بله سلام علیکم آرمان افم، صبح بخیر. میگن یک وکیل دو طرف خب افتاو که مبرایه افتاو برامد دو طرف میگن مردم هم میگه بیاین ثبت نام کنین، با ثبت نام که میکنه با تذکرهش بزور میگیره قید میکنه میگه ای پیش ما باشه تا روز انتخابات باز گپ میزنی. سیما جان تو ثبت نام کردی تا حالا؟ برو که کم مانده وقت. نه مسید جان ثبت نام دینه روز گپ زدیم که کمیسیون که اگه وقتش تمدید کنن چون مردم نظر به اهمیت و گپا نتانستن که برن. حال معلوم نیست چند نفر رئیس چند نفر ثبت نام کرده در کل افغانستان، میشه زنگ بزن کمیشن هک باشن مایه گفتنی داره بگوسیم بلند بگو نترس. نه من فقط گفتم که مکتبا در خطر است، اولیای شاگردا کجا در خطر نیست، اولادای خدا نمیمانن از خاطر که مرکز ثبت نام جور کردن. مکتب سه که انتخابات سه که دل ترس میکفه کمی اولاد معرف درس بخونه یا در بغل گوشش گرم گرم بشنه. در صفحه فیسبوک هم از جاده سفارت ایران پرسان کردن، گفتن بپرسین که یک طرف از مردم به بسیار به تکلیف است تا چی وقت ایران بند می باشه و شهر کابل هم گفتن که یک زنگ بزن شما جان حتما هر روز یک سرک دل جان شد بسته میکنه که چه تعدید امنیتی است. دینه روز باز کردیم اون سرک باز اگه نبسته کده بود خوب کده بودن کس چیز نمیگه شانه مردم هم سایب همه تو را بیری بار اصلا خوب شو این قرار میجه اقتصاد به خاطر پل بیسود هم در این چند روز تماس میگیرم امرای شهردار ننگرهار والی سایب زنگ بزن بگم اون نفره که گرفتی که بندی کردی که من چیم روی شا گفتی دست سمت شق نه یا تا نکده ببخشی تیلیفون های شام گل هست از والی سایب سخنگوی نداره والی سایب خود شام جواب نمیگه داره سخنگویش یک زنگ بزن گزارشگر ما را به جلال آباد که زنگ ووهه ورنه وپخته چه سنگه شده بیسود پل. دیگه راشد هم گفته در مورد کوچه شهرک گلوبل قصبه پرسان کنین که چی وقت قیر میشه، خانه ها بسیار زیبا سرکش تکه تکه است. خیر ببینی سیما جان دیگه کدام مشکل است که تبدیل کردی؟ با ارتباط سرک جی قسمت ای رحمان مینه مقابل مکتب سید نور محمد شاه مینه گفتن سرک خراب است، رئیس بنایی هشت امروز صحبت میکنن و رفته بودم اونجا درام به خاطر سرک کوتل پیش عکس احمد شاه مسعود گفتن که خراب است، رئیس بنایی عبده دیروز تماس ما را جواب نگفت، اگه امروز جواب گفتن حتما امروزشان به تماس میشیم. و مکرویان چهار گفتن که از بلاک 11 اگه امام است که مواد سوخت خراب استفاده میکنه ما را اذیت کردن، به رئیس بنایی نور رسید و اونا گفتن که رئیس تدویر مراقبت هم همیجا شیشه مشکل بررسی میکنن. خیر ببینیم. و از خاطر سرک تانک تیل لوگر یا سرک قلاچه امروز آقای روحانی صحبت میکنن. صحبت یعنی که کارای شروع شده یا همه صحبت میکنن؟ بله شروع شده. تنها میگن که نما دیگه در پروسه استملاک هستیم و ای سرک ترس و ای ترس و باز این جمعیشه و باز ما صاحب در مای سور هستیم و پارسال در مای میزانی رو وعده کرده بودیم و این یک دو سه ما تیر شده و وقفه. اعلانات بازرگانی امروز از چگونگی وضعیت آب و هوای کشور را داشتید. با 456 زنگ بزنید کلید 113 را دایل کنید. بیگ بیر قدرت را احساس کن. 100% حلال. برای نشر اعلانات بازرگانیتان به شماره 0794 280 280 به تماس شوید. صفایی شهر. صبح آرمان است. تشکر از شما که با ما همراه هستین. 0777 981 981 0799 22 22 29 تلفن های ما پیام های ما 456-1615 باش کنه پیام رسیده کی هست؟ میخواستم یک پیام بانم برسن. یکی از مشکلات که همی کمیسیون سیاه اداره مستقل که ثبت نام میکنن اینا یک مشکل دارن که همی تذکره را در پشتش استیکر میچسبانن و اکثریت مردم که نمیخواه مثلا ثبت نام بکنه دلیلش این است که در تذکرهشان استیکر چسبانده میشه و این برشان یک مشکلات است، سفر میداشته باشن به جای ناهم رفت آمد میداشته باشن نمیتونن تذکره خود در حساب توسط استیکر یک مشکل برش ایجاد کنن. دیگه اگری کدام رای دیگه داشته باشه که اینا نکنن در تذکره استیکر نچسبانن شاید ریداد زیاد مردم حاضر شود که برای ثبت نام بکنن. تشکر از شما. ایره از خاطر ترس مخالفین میگن که در سوچان اینجا خب مردم نرگ نشته بگو نیستن که دو تا وکیل سه تیره کار داشته باشه اما پول اسکر باند وزارت بتشه دو تا وزارت دفاع تیره بتشه که وکیل سه ببره در ولایتش نی ایجا مردم در موتر میرن در سرویس ها میرن
وقتی که مخالفین موتر استاد میکنه مرا میگه اسنادایتانه از جیبش کمی تذکریش برای که دو استکر خورده خلاص بیاده که کت از او سطل بگی حوزه پر کن. سلام به همه شما. من یکی از باشنده کارتینا هستم و مشکل ما ایست که مسجد که پالوی که نیکی رحمان مینه و کودکستان رحمان مینه جناب خطیب صاحبش هر صبح بعد از نماز صبح ترجمه قرآن کریم توسط لاسپیکر بلند انجام میده و تاریخی قبل هم گفتیم باعث اذیت و آزار مردم میشه. میره گلوت کنیم امرای وزارت ارشاد حج و اوقاف و تماس شوین تا مشکل ما حل شود. بسیار تشکر شما. کیس؟ یک سرباز است خواه باشی کدام سرباز پلیس کدام مشکل داره. بله سلام علیکم آرمان افم صبح بخیر. بله سلام علیکم محسو جان صبح شما بخیر خوب هستین. و علیکم السلام صبح شما بخیر بفرمایین. یک سلام بر دانشیار صاحبان تقدیم میکنیم خمون تازو خفه هستیم خیر سلام برش تقدیم میکنیم. چرا بدر از من خفه باشی خلاص من دیگه تا آخر برنامه خفه از میشم ولا دانشیار صاحب صبح بخیر خوب هستین. بخیر باشی همی خفگی تا اول بگو که همی حل شوه. من خفگی یک روز من ترا بخاطر این معاشات پلیس گفتم نه؟ گفتی از غزنی آه اولاد غزنی اما سخنگوی صاحب وزارت داخله که شما دیروز بود من چون پرهر بود که در برنامه تان وصل ساخته بله. من ترا گفتم کمی دلیل معاشات ما را بگو که چرا به می سربازا حواله نمیکنن اصلا منطبا و ضابطا رو پنجشنبه که تیر شد حواله کردن ما گفتیم از ما چرا حواله نمیشه میگه که سر شما اعتبار نیست وقتی که سرمی سربازا اعتبار نیست جنگ سرباز میکنه شهید سرباز میته پایره سرباز میکنه خیلی اعتبار که نیست چرا نگاش میکنه خود جواب پیش بطه بگو برو که ما خود ما میفهمیم دولت ما بسیار دل مواقع در دست از این دولت. کی گفت که سردار اعتبار نیست؟ اعتبار سر شما دارن امنی قماندانی امنی ما دیروز یک کسی را پرسان کردیم گفتیم از این سربازا چرا حالا نمیشه او میگه که سر سربازا اعتبار نیست این گفت چیست یعنی آدم بسیار ساده بوده یا بگویم لوده بوده یک رقم بوده که چطور به سربازا بگویم که سر تو اعتبار نیست اما نفر با ما معرفی کنین که ما به وزارت داخله بگویم که سرباز ای اصلا دلش سرد میسازه سیاه میسازه که طرف مخالفین است چیز که بگویه که سر توی اعتبار نیست. ایره سیما جان برتان زنگ میزنه بعد از برنامه و اما نفر شما بگویم که ایره ما معرفی کنیم به وزارت امور داخله که چطور ایگه پزده که سرباز سرد اعتبار نیست. سلام وحیدالله از کابل است. من از تمام رهبران سیاسی دولت و رهبران احزاب سیاسی خواهش میکنم که دوست از تفرقه افکنی و به خاطر توزیع تذکره برقی بردارن به خاطر آبادی کشور به خاطر از بین بردن توریستا از شهر که مردم همواره میکشن دوست به دوستی هم بتین در فکر آبادی کشور باشن. و سلام شعار کم عمل زیاد همونطور از که مصروف استی. بله سلام علیکم باشین دانشجو صاحب ما از یک راننده تاکسی روی شعار هستیم و دمی مقامت شاد شمشیره که دوی افیر دو صدر پا میگیر از پیشتان و میمانه تانه که سوری بوله مقامت شاد شمشیره چی هست؟ جریمه میکنه که بگوی شنم یک مامای 20,000 پا افتی 20,000 پا تاویلی داریم و فراری هم همچنان بهش گلبار سنگتر که پیچی آسال از کلشان افتی یکی افتی دو صدر پا پیسه میتر قیما مردم چی کنیم چی بخوریم؟ امی لطفا امی مسجد ما را مدیر سه ترافیک برسانین و در ماینه تخنیک هم که برین اونجا هم پیسه میگنن 3,000-4,000 پا موتر تیه چه وارد کننش مگه اگه اشارش خراب یا پیسه بود یا ماینه نمی کنیم این امیر لطفا نهال کرین خدا حافظ. پس نیست همه ایفا می چی میگه؟ مهدی روحانی سخنگوی وزارت فواید عامه با ما روی خط تلفن هستن. آقای روحانی سلام صبح بخیر. سلام صبح شما بخیر. بخیر باشین. آقای روحانی سرک تانک تیل از تانک تیل لوگر تا قلاچه یا تا بینیسار بخلم کار از بی کجا رسیده؟ این به طول 21 کیلومتر است به خاطر ساختش به سه بخش تقسیم کردن که بخش اولش 7 کیلومتر بخش دومش 7 کیلومتر و بخش سومش 7 کیلومتر مجمع چون حجمی بسیار زیاد است به طول 21 کیلومتر و عرض 60 متر به سیستم بسیار فوق العاده به اون سیستم مترو بس و سیستم دیگرای هم دو اینش شامل هستن سیستم سولار و اینا با مخاطر است که ما چون حجمش بیشتر بوده ما با بخش سه بخش تقسیم کردیم. بنابراین بخش اولش با قرارداد رفته بودن یک شرکت گلکسی سکای هم باش جی بی یک شرکت دیگه است
که اینا برنده شده بوده، به خاطر همون که چون اینا برنده شده به خاطر یک بودام شرکت دیگه اعتراض نداشته باشه، فعلا در اعلان تصمیم اعطای قرارداد ما را انداختیم که خوشبختانه تونست بودام شرکت متریز در بالای پروسه تدارکاتی در بالای شرکت بودام اعتراض نداشته. بناهن بازده انشاءالله بخش اولش قرارداد میشه و بعد از قرارداد این بخش اول از کدام طرف شروع میشه؟ از این طرف شروع میشه یا از طرف بالا؟ اول از طرف کابل شروع میشن. خوی خانه های مردم که در این سر راسی چی تو میشه صاحب؟ شما اگه 60 متری سرک بسازین یک طرفش خود جوی مستان است، این طرف دیگه شما چوب فروشی و دقیقا سر جوی که کاملا جوی پوشنده میشه کاریز میه و مخاطر چونده اینجا خوش میشه بسیار زیاد بوده. ما بسیار بخش تقسیم کردن که شورای محترم کابل و اداره راضی استملاکشون تکمیل کرده، تکمیل میکنه، فعلا هم در حالت استملاک است که دو قسمت شورای کابل هم برای ما کاری میکنه و در قسمتی که چی مربوط به وزارت فایده ما بوده ما کلشون انجام دادیم. خب کار استملاک باید با شورای گپ بزنیم، کار استملاکشون مربوط به اونا میشه و هر استملاک میشه اداره مستقل اراضی اینا خط کشی میکنه و مسیر ما مشخص کرده، مسیر مشخص است، کل جایداد رو این مشخص شده که چقدر جایداد مربوط به مردم میشه، چقدر خانه مردم نمی سرک میرسه، چند اولی مردم نمی سرک میره. دقیقا چون اعمار دقیقش پیش ما مشخص نیست، ولی اعمار دقیقی که ما با وزارت فایده ما به شهروالی محترم کابل داره، شهروالی محترم کابل پروسه استملاک شو خواست میکنه. بسیار خوب، امرای شهروالی گپ میزنیم. کارش چه شروع خواهد شد به نظرتان؟ کارش فقط میشه از طرف شهروالی بر ما اطمینان داده شد که استملاکش رو حل کنه، فوراً ما کار خود را آغاز میکنیم چون فعلا در تصمیم نهایی قرار داده است. بخیر باشین آقای روحانی، زنده باشین. تشکر از شما. مهدی روحانی سخنگوی فواید عامه. 5 سال دیگه تیر میشه. تو بگی سیما جان شهرداری رو یک زنگ بزن که میره پرسان کنیم که کجا رسیده کارش. شهرداری داخل سیما جان زنگ دیگه که باز کل موضوعات ازش پرسان کنیم کتی یک جای اینم گپای ما پیشتر بازی ده استملاک میره و باز استملاکش مردم نمیکنه و بازی سرک چطو میشه اتنه میشه یک غرفگه جور کنی فول بینی بر چی؟ اینه میبینی فولش ها نکید چطو باشه که پیامای 456 هنوز هم مانده 456-16-15 شماری پیام گیره باز. بله سیما جان سلام، من یک تن از معلمین ولایت غزنی هستم. ما تقریبا در سال 1388 ارزیابی شدیم که به او ما بست 6 قدم 5 برمه داده شد. دیگه با بزیر هر دفعه که ما مراجعه کردیم به ریاست معارف بر ما گفتن که کسایی که تغییر بست میشه اینا دیگه نمیتونن که آلی عدیبی شده بود و از اینا من بر ما تا به حال دیگه اینه سال 97 شده بر ما در بست ما هیچ کدوم تغییر نامده. اگر راجع به اینمی بر ما معلومات کنیم تقریبا 9 سال است که ما هیچ کدوم ترفیه نکدیم، هیچ کدوم قدم نگرفتیم، اینا تا چی وقت دیگه ما اینجا کم باشیم؟ یا دمی رو بر ما معلومات کنیم که ما چی کنیم، یکی یک دفعه پرسان کنیم که آیا میشه که ما باز هم ارزیابی شویم یا نه، یعنی اگر میشیم چند قدم باید بر ما داده شویم. روز شنبه سیما جان این موضوع شما پسان براتون زنگ هم بزنن که معلومات تانا درست بگیره است. سلام داری شیر صاحب خوب هستیم، کمال هستیم از تایمانی پیام بردیم از مرک برای زاده ایم از دمیلیسی ملک سرعیا متعلیل سیم رو دوازده اوم هست و مولانه مدیر لیسه هست که استاده هست گفته که همی تذکره هستم که کارت رایی بگیرتیم بیاریم که نگیرتیم برای که نگیرتیم کافی شفر ما شامل انتیانی کانکور نمیشیم میخواستم امیرک از شما اگر روشنی پردیم یک پرسان کنیم که چی کسات هست. هیچ کس سرکس زور نداره در ثبت نامم و در ای که فوتوکاپی تذکره تانه و کس بتین ستی یه گپ باید بخی از بین بره ای مسئله فوتوکاپی تذکره ای است که هر کس خدا کاندید میکنه باید 1000 تذکره جمع کنه که باز باد از او را ببره در کمیسون که ای را منعیس کاندید ثبت نام کنه. در غیر از او کسایی که حالا میگه که من کاندید هستم و هنوز کاندید رسمی نیستن و کاندید احتمالیستن در صورت که نمی تذکره 1000 تذکره را بتانه جمع کنه، جمع چند تا خب بسیار پیش نده که بال سخنگوی نگرند. خب بله سلام و صبحتان بخیر. بله من شما آجی صاحب هستم. بله مهربانی آی صاحب. بله ما باشنده تایمانی هستم، پروژه سه امروی برای سلیم کار با نمی کنه، فروش ها این فروش ها کرد، سلیم کسی خانه ماست
یک نفر به نام مومن سلاح گرفته به امید جان خود مردم خانه میسازه، جایداد میسازه، از او استفاده میکنه. زمین پیش بی خانه ما 6 منزل جور کرده، هفته با بنا آلی در تابستان ما نمیبینیم. دیگه ما عریضه کردیم به ریاست حوزه 4 به شاروالش با اونا عریضه کردیم به قماندان صاحب امنی حوزه 4. این بلند منزل از کدام زوراور صاحب است؟ ما چون دیگه مردم های قرباق و زنان مومند است، 4 بچه شد، 4 سلا داره، نفر میزنه لطم میکنه، ما عجز بچاره سیم در او نمیبینیم. ما از شما یک خواهش میکنیم که یک از شاروالی بره قماندان صاحب امنی حوزه 4 در جریان داشته باشه و یک پوسته که در او دستور در جریان داشته باشه، یعنی یک شب یک منزل جور میکنه، هیچ کسی زورش نمیکشه. بسیار آدم ظالم است. از این یک جسوجی و یک پرسان بکن دانشان صاحب که ما رو در بلد که از ما خواهده به بچاره سیم. حتما این رسیما جان پیگیری میکنه، نتیجه شبرتان میگه و امرای سلطانی صاحب هم در این مورد گپ خواهد زدیم. متاسفانه که معاشات سال 1396 یعنی معاشات پرسال متقاعدین به حال خود مانده و داخل جوزا واده کرده که داخل جوزا معاش پرسال دهی بگیری. دیگه تلفونا رخ نمیشه، یعنی با گپای عبدالفتاح احمدزی هیچ باور نکنید که حقیقت را نمیگه. خدا انصاری است مدیر متقاعد. سلام علیکم دانشوار صاحب. دانشوار صاحب محترم، ما از ولایت بلخ به تماس شدیم. آنه بدل آشه پولیسی ترافیک 10 ماه شده که ندارن و مدیر ترافیک در شما میگه که 23 ماه شما ندیگه شده دارن. دروغ میگه، مردم در بدر است باز میگه ترافیک کافی ساعت میخونه ایتو میخونه ایتو میخونه. برای خدا مردم اولی که رایی بره روزگار خراب بره، اینا خون بدل آشه ما رو نمیتن. از روزی که یمان ها تا دابش از روزی که یمان ها تعدابش با جنگ بریده شد ناف مردمانش نسل در نسل. تو باش که میره سر جور کنن که بخرم این پیام صحیح نامده. بسیار خوبیش هست باید دوباره جور شد. صمیم جان امون از خیرات سر جور که سر روان کو صدایش پخش هست بلند کو. دنچه سه روز پیام گذاشتم، امروز سه شنبه، بازم باز میگم که شما از رئیس ناحیه 5 یک زنگ بزنید مستقیم به این برنامه پرسان کنید بگم چوکی کمپانی رفتی دیوی اگه دیوی چی رقم از وضعیت چه بگو اون اسی امیال مسجدان گپ زدید چی رقم حال از دانشجو سید. اگر شما هم یک دفعه بیان سال تا هم تیر میشه میبینید که در کدام کار مستین، چی رقم جای است، چی رقم چوک است، چه قواز دیست، چه چکوری هست دیست، یک سعی بکنید آره موتر خود نبین بخاطر که تراشه که مثل نمینه اش بانسا بازوره که تیره میکنه موتر موتر خورت نمی خدا فیدی را من هم روی ریسه نهی پنج با تماشا بین چاوکی کمپنی ارسان کنین خدا فید. چاوک مربوط شارواله میشه، سرک از پلو طرف شارداری گفت که مربوط چاوک مربوط شارواله میشه. خیر تیر خودم میگم اینال گپ پرسان میکنیم. این شما جان بعد از این وقفه با زنگ میزنن همراه مسئولین شهرداری گپ میزنیم. آقای دانشیار از خاطر مو جنگ که در نوابات صورت گرفت شما با قماندان صاحب امنی کابل بود یا با مدیر صاحب جنایی کابل بود که بود زنگ دادیم ما متاسفانه وعده آخر هم صداش نشنیدیم. این دسای حوزه 5 نشد، دسای حوزه 3 شده که در کارت 4 هست. می حوزه نه فهم که 3 یا 4 است. امیر شما دقیق پرسان کنیم یا خوب بیگناه داده شده تلویزیون طلوع آمد از یا فلمبرداری کرد یا به نشر رسان. امیر شما پرسان کنیم آقای دانشیار اگر میشه امروز برنامه تونم به خاطر شارواله تا پرسان میکنم. این از دلیزا گرفتن دیگه شما متعقین باشین که او پیگیری میشه. وقفه اعلانات بازرگانی. بله بابا سوال 450 شده جواب صحیح داده و برنده یک چی؟ باید تماس برنده 1,000,000 افغانی از طرف انرژی بیگ بیر شوید. مصرف روزانه انرژی بیگ بیر سبب کدام تاثیرات مثبت در بدن می شود؟ 1. تقویت و افزایش عملکرد جسمی. 2. تقویت حافظه، کنترل استرس و کاهش بیخوابی. 3. هر دو. همین حالا با 456 با تماس شوید، کلید 1 سپس 7 را فشار دهید تا شامل قرعه کشی شوید. شما برنده 1,000,000 افغانی از طرف انرژی بیگ بیر شدید. بیگ بیر، قدرت را احساس کن. 100% حلال. صفایی شهر.
چالش هایی که به میان آمده که طالبان تذکر را میبینن و وقتی که نداشته باشی عملت کووید میکنن که حتما تو رفتی خودت چی دادی سابق کارت خودت میتونستی تذکری چی رقم پت کنی دولت باید تیر غمش بخوره این رقم نمیشه اگه باز این یک نشست است نه نمیشه اولوس در اندونزیا علما جمع شده این دفعه ما چیم سر چی میشنن باز این دفعه باش کنم فتوا خود دادن بخیر به نفع ما خدا کنه که پشنون گوش های کر کر بله سلام علیکم آرمان فهم صبح بخیر بله صاحب بله سلام علیکم آقای دانشور بخیر و بافیت شکر زنده باش آقای دانشور همه یک سرباز سیم از ولایت غزنی به تماش دیم همه ماشا های مرا حالا نمی که آقای دانشور ماش کدام ما کدام مایتان کدام ما ماشتان از همزو سال نو از ما بود یک از ما یکم ما عمل ما عمل امروز 18 است نه؟ امروز نه چند ساعتی؟ 18 باید باشه 18 18 سور است امروز و 0777 981 981 دکاندار های دو پا وارست 0799-2222-29 شماره تلفن ماست پیامگیر ما 456-1615 بله سب سلام علیکم صبح بخیر بله سلام علیکم سب کل دارین سب شما خوب؟ بخیر باشید بفرمایید ما نمی نایی 22 یک مشکلات بود برای شما می گفتم بگویید همی قسمت بدخواست بگرامی یک تعداد مهاجرین آمده بودن و نموز یک خیمه داده بودن بعد از این بازینی مهاجرین به شکل از این خیمه های خود دوباره به چاردیوالی ها و خانه تبدیل کرده کلینیک هم گرفتن شفاخانه هم گرفتن مکتب هم گرفتن کلش چاردیواری کردن و این جای پیش نایه 22 که در پیش روی نایه در بغل نایه قرار داره نه شاروال خبر داره نه این زمین دولتی بود یا زمین های مردم بود زمین های دولتی پروژه دولتی اول به شکل خیمه آمدن بعد از او حاله آمدن فقط اونمو ساحات گرفتن چاردیوالی کردن هم کلینیک گرفتن هم مکتب گرفتن هم پارک گرفتن تمام جای به اصطلاح غصب کردن و این مردم ها به نام مهاجر آمدن اما مردم های پولدار هستن پیسه دار هستن موتر دارن همه امکانات زندگی رو دارن پرسان میکنیم سیما جان رئیس نایه 22 رو پیدا میکنه و امی سلطانی سیب حتما کنم سفر رفتن خب ژاپن بله سلام علیکم صبح خیر آرمان آس ژاپن است یا ژاپن به فارسی ژاپن بله سلام علیکم آرمان افم صبح بخیر صبح شما هم بخیر سنجه آقای دانش جان بفرمایین سب زنده سلامت باشی من یکن از باشنده خیطان هستم شما هم مشکلات سرکار که زدن شاروالی و مقام های بالا کلش صحبت کنیم عبده 18 سال هست که مردم خیطان هست خاک میخورن کدام منطقهش که حالا سرکایتون کارش شروع کردن از یاد سرکا کار شروع شده این سرکا رو شروع کردن 3 سال است که دیدم کدام منطقه رو شما دقیق بگوییم که ما هم میجره همین سرک لسه مریم سرک خلای نجارا سرک شام پوری دیگه بیشتر کنم شما بگوییم سرک 3500 مومی این تمام این سرکا از کجایش زودتر قصه کنم از سرک لسه مریمش ایلان چطور شد نه؟ کس کی جایی؟ کلش قصه کردین صاحب شهرکام رفت پشت کارش هر دور که دو گرافیک میزد نه؟ رئیس نایه 8 انجینیر محمد فایق با ما روی خط تلفن هستن جناب انجینیر صاحب سلام علیکم صبح بخیر صبح شما بخیر سلام علیکم زنده باشین جناب رئیس صاحب از سرک قسمت ای رحمان مینه شکایت کردن مقابل مکتب سید محمد شاه مینه همین سرک میگن کیفیتش خراب است و کثافات اونجا بسیار کوت است و کثافات نبردن باز سرک آوار میکنن و رو چه رقمی است از شما خواستن اگه توجه کنین چون مسئله سرک است یک بار جور میشه باز که دفعه دوم جور هم نمیکنن خب دیروز ما بررسی کردیم این سرک و او کثافات ما انتقال دادیم دو ساعه که بود کثافات انتقال دادیم و تیم هنوز شرکت مربوطه دو ساعه کار میکنه و با مکیفیتی که در نقشه و دیزاین خود داره کار میکنه و انشالله دو کلا مشکلی نیست
کارشون واقعا به میستاندرد که شما امرایشون قرارداد کردین به میستاندرد بود یا نه؟ بله بله با کارشون به میستاندرد بود. بعد ناقصات که داشته میباشم ما بررسی میکنیم و تیم مشخصی که از طرف مرکز میه ما بررسی میکنه بررسی میشه. جناب رئیس اعظمی سرک یک کمک که پیش بینده می زیر تپه شیخ محمدی ها به اصطلاح یک سرک کند و کپر دگه است، مردم سوال دارن نه انکمی هم جز از این پلان است یا نه؟ یک چیز است که ما در نواحی هشت اگر تمام نواحی را در نظر بگیریم ما بسیار از پروژه های در اینجا داریم. مثلا فعلا در سرک نساجی بگرامی مربوط نواحی هشت از کار روان است، سه پروژه ما در قلاچه داریم به اوجه کار روان است، یک پروژه در سایه سید نور محمد شاه مینا داریم کار روان است. یعنی بسیار پروژه است که در نواحی هشت فعلا کار روان است و او سرک هایی که باقی مانده ما در سال بعد در اولویت خود به نظر میگیریم. یعنی در امسال نیست در این پروژه تان؟ امسال در این پروژه امسال نیست. او سرک عمومی از شما میشه میره پیشنهاد کنین؟ مردم زیاد شکایت دارن اگه شما رفتان باشین یک چند تا بلند منزل هم جور شده اودن میشه و بسیار رفت آمد هم در او سرک زیاد است. خب این اولویت بندی میشه انشالله سال بعد در نظر گرفتن میشه. جناب انجینر صاحب این سرک کلان 60 متری که به اصطلاح سرک نو سن بلاک های وادوال که میرن این سرک امسال در پلان است یا نه؟ امسال در پلان گرفته شده. خب یعنی این سرک امسال جور خواهد شد انشالله ایچی میشه، کارهای تولاکی شروع میشه امسال در نظر گرفته شد. خیلی زیاد تشکر جناب انجینر، بخیر باشه. بخیر باشه. زنده باشین. انجینر محمد فایق رئیس نواحی هشت. اونم دو سرک گفته بودین یکیش در پلان است یکیش در پلان نیست، کیفیت سرک هم چک کردن گفتن صحیح و اگر شما مشکل دارین که وکیل منطقه را گرفته برین رفع پیشه جناب رئیس. تشکر از شما که با ما همراه هستین. 4561615 شماره پیامگیر ماست، شماره تلفن ما 0777-981-981 0799-2222-29. بله سلام علیکم آرمان فم صبح خیر. بله سلام علیکم دلواز من بلاکای میری تماس کنیم. مهربانی سی ما مسی جان هستی؟ جان بفرمایین. بخیر باشین. ما که دمی منصدوره وزارت دفاع هستم دیگه ما دمیده مشکل دارم تو کوشش کردم که قریب مردم ها را تماس کنم، قریب کلام ها دیده شما نمیشه مگر دیگه شما از این طریق شما چی مشکل داره؟ ما تقریبا یک سال شد که ما دیگه خانه‌نشین شدیم دیگه زیاد کوشش میکنم برحال نمیشم چون آن مشکلات خود هم میفهمه که اگر تا که وکیل نه تقاوت داده تا نه یا ای که کدام مشکل داره؟ نه فقط ما کل دارم چیزی من دو واسطه نه دو واسطه که گاهی وقت یک گپ میزنن گاهی وقت دیگه گپ میزنن مشکلات ما جنجال ما فقط اون بیواستگی هست. بعد از برنامه سیما جان برتان زنگ میزنه بعد از برنامه و برتان مشکلتان امرایش مطرح کنین که یام باز پیگیری کنه. تشکر. بخیر باشین. بله سلام علیکم آرمان فم صبح بخیر. بله بله سب صدای رادیو رو کم کنیم بفرمایید. مهربانی چه داری؟ در یک مشکل داشتم این مشکل ما هیچ حل نمیشه. بفرمایید. یکی از طرف ما گیانده کنن این یک کوسه نه تلاشی میکنه نه دیگه میکنه یک را گرده دیگه برای قدم خان ماموری اگر با تکلیف دیگه هرچی که دین از مدیر ترافیک گفت بیدد که بیدد جسید پیشوی دو نفر نه یار یک پیش داد مدیر دیگه دو نفره شونده بودی کلان مثلا چرا قدروغ میگه حالی که امی موترها رو بیدر موترها شخصی رو کنفلیت میدادم شار رو که یک حال است یک حال است یک مریض میدش یک مشکل عالمی صاحب تکزی و شخصی چه رنگ نصاب شما رو جواد ما بفاهمی این چه رقم ما تکزی تیم حالی ها بتیم ترانسفورت بسیم شده ولی بسیم هیچ کس دقیقه ما نیست و چی تو کنیم گپ میزنیم این موضوع تان مشکل تان مطرح میکنیم میگه پنج ماه میشه که از جیران وزارت شهرسازی ماش نگرفته. استاد تو بخیر من وزارت چی وزارت میگم وزارت ما امی برنامه ما برنامه ماش نته و خواهد شد نه اینجا ماش نگرفته اونجا ماش نگرفته اینجا ماش نگرفت اونجا ماش نگرفت اونجا ماش نگرفته یک جای دیگه ماش نگرفته اوه اینجا ماش نگرفته والا یک تلفن آخری رو میگیریم دیگه کال ما شما قطع نشم. بله سلام علیکم آرمان فم صبح بخیر. سلام برادر خوب هستین خیلی از زنده باشین. همین شما یه دانشجو شو می‌خواستم ایوان بدم خصوصی خود رو گپ بزنم کار برتون زنگ میزنم سیما جان بعد از برنامه. ها میرسیم بخیر باشین یک دونه تلفن دیگه هم بگیرین.
بله سلام علیکم آرمان فم، صبح بخیر. بله صاحب. بله سلام علیکم. علیکم السلام. 30 ثانیه وقت دارین، مهربانی مشکلتون رو بگوین. ما جاوید هستم از مهران، چهار تماس گرفتیم. مسعود جان ببخشید، یک چیز داشتم که همی موانی های سرک همی دمی جویا که میمونم و اینا اینمی ها رو پودری ها میبرند همی باید کدام کسی توجه نمی کنه، همی هیچ کسی به قصه دنیم نیست. با قدر دیم مگریان پونه مگریان چهار کاردینو همی جایی که ما مسیر دیم پاک دیم اینا رو کل رو میبرند، مردم بسار با تحلیل مردم میستن موتر میستن اگه دیم رو یک خواهد را تان بشه همی این نفری رو یک جنگ بزنی که اینا رو یک توجه کنه بمی که چی رقم از حالی رو دوله جور کرد این رو میبرن این رو به بسیار پیسی گران جور شده به بسیار پیسی ارزان این پودری طبقه مفروشه. پرسان بخیر باشین، تشکر از همه شما هم که با ما همراه هستین. برنامه ما ختم، فردا بخیر. مسائل امنیتی خود بود 456-1615 همیشه در خدمتتون، هر وقت روز باشه زنگ بزنین، پیامتون با ما میرسه. با امان خدا.